اعتیاد یعنی فرار از لحظه ها، گم شدن در وادی بگذشته ها. شاگردای خوبم سلام، امیدوار هستم خوب باشید و روزای قرنطینه به خوبی بگذرانید. حتما درسای خودم میخوانین و کارهای خانگی خودم انجام میدین. امروز باز هم درس ادبیات دری صنف هفتم داریم. ما در این درس راجع به مواد مخدر و در بخش قواعد نگارشی راجع به سوالیه، یعنی علاقه سوالیه چی میکنیم؟ صحبت میکنیم، میخوانیم، جمله میسازیم و با هم چی میکنیم؟ گپ میزنیم، موضوعات یک جا حل میکنیم. خب، پیش از این که به درس نو بریم، ما میخوایم کمی درس گذشته را یک چی کنیم؟ ارزیابی کنیم. خب، در ارزیابی درس گذشته ما شما روز پیش راجع به چی خوانده بودیم؟ راجع به ورزش خوانده بودیم. راجع به ورزش اینجا یک شعر است که نیمی شعر معنایش از شما میپرسم، حتما یاد داریم. ز ورزش مسای و کوشنده باش که بنیاد گیتی به کوشندگی است. بسیار خوب، اون کارتان جوابای درست داری. یعنی میگه ورزش ترک نکو و همیشه کوشش کو، ورزش کنی چو بنیاد جهان با کوشش گذاشته شده. بسیار عالی. خب، حالا میریم به درس نو ما. درس نو ما گفتیم که چی هست؟ مضمون دری هست، موضوعش مواد مخدر و علامت سوالیه هست. درس 26 هست، صفحه 127. هدف آشنایی با اضرار مواد، یعنی ضررهای مواد مخدر و قواعد نگارشی از جمله علامت سوالی است که در متن درس ما را پیدا میکنیم. خب، پیش از این که درس شروع کنم، یک سوال از شما دارم که برای من میگه که فرق یک فرد ورزشکار با یک معتاد چی است؟ کس گفته میتونه؟ بسیار خوب، با همین قسمه که ما دیروز خواندیم، گفتیم که عقل سلیم در بدن سالم است. یک فرد ورزشکار تن سالم داره، جسم سالم داره و میتونه درست فکر کنه، کارهای روزمره خود به خوبی انجام بده و همچنان ابتکارات داشته باشه، از امراض دور باشه. برعکسش، شخص معتاد نمیتونه که درست تمرکز کنه به کارها، کارهای روزمره خود صحیح انجام بده و همیشه مریض میباشه و همیشه گنگس و گیج میباشه، نمیتونه که و زندگی خدا به خوبی چی کنه؟ بگذرانه. بسیار عالی، فرقشام شما گفتین. حالا توجه کنین به یک قصه که قصه واقعی زندگی. یک خانم معتاد است که نام ازی مریم است. مریم چی کده؟ مریم یک دختری بود که در 15 سالگی آرسی میکنه با یک سرباز. هم وقتی که آرسی میکنه میره به خانه شوهر و خسرش به یک اتاق برای زندگیش میته، بیده بینجا زندگی میکنه و شوارش اکثرا در جبهات میباشه و ایوار ازی یا برادر شوارش همیشه به اتاق ازی میایه، از او استفاده، از مواد مخدر استفاده میکنه. چون اینا قرضدار میباشن از امیش برادر شوار خود، نمیتونن که در مقابل خواهشات ازی این میبوگه، چون او همیشه در اتاق ازی میایه مواد نشه آور استفاده میکنه. به می قسم مریم هم معتاد میشه و وقت شوهرش میایه، شوهرش هم معتاد میشه. اینا سه نفر هر سه چی میکنن؟ مواد مخدر استفاده میکنن. بالاخره یک طفلی به دنیا میاره مریم که طفل زیاد معتاد است و این از زندگی که تنگ میایه. بالاخره یک شب فرار میکنه برای طفلش، میره به کجا؟ به اون جایی که محل تجمع چی است؟ معتادین است. در پل در زیر پل میگن، در اونجا معتادین است، در کابل. اونجا ای امرای معتادین زندگی میکنه و اونجا میباشه که بالاخره یک شب دکترها میه، یک تا معتادین رو ببرن در مرکز تداوی. ای خانما رو میبرن اما اطفالشان انتقال نمیتن و ای بسیار جگرخون به خاطر فلک خود میشه و بالاخره از دکترها اجازه میگیره که طفلش رو برای پس بیاره. وقتی که میره طفلکش هم نمیباشه و طفلش هم گم میشه و ای به می قسم معتاد میباشه. و اگر تداوی هم میکنن پس دوباره مراجعه میکنه باز به زیر پل برای امرای معتادین، برای استفاده مواد مخدر میره. ما میخوانیم که امروز مواد مخدر چقدر مضر است و به صحت انسان چقدر ضرر داره.
اما پیش از این که بریم متن را در مورد مواد مخدر بخوانیم، ما میریم علامت در قواعد نگارشی علامت سوالیه را میخوانیم تا این را در متن نشان داده بتانیم. خب، متوجه باشیم قواعد نگارشی ما سوالیه پرسش یا نشانه استفهام نامش است و علامهش هم شما میبینین که در اینجا علامهش هم برتان نشان داده شده، حتما شما در متنای دیگه. خب توجه کنین، ایره میخونیم از روی کتاب و جایی که مشکل بود تشریح میکنیم. پس از جمله هایی که شکل پرسش مستقیم را داشته باشد نوشته میشود. جمله هایی که مستقیما ما او را میپرسیم نه، مانند جمله های زیر توجه کنین. چگونه میتوان یک شخص معتاد را تداوی کرد؟ سوال کرده مستقیم، سوالی استفاده شده در آخرش. معتاد به چی کسی گفته میشه؟ بازم مستقیم سوال کرده، قسمه که در اینجا براتان گفت پس از جمله هایی که شکل پرسش مستقیم را داشته باشد. معتاد به چی کسی گفته میشود؟ در آخرش سوالیه با تون صدام تغییر میکنه و جمله هایی که به شکل سوالیه است باید به اون طریقش خوانده شود. مصرف مواد مخدر انسان را به کدام امراض مبتلا می سازد؟ داخلش سوالی آمد بود و جمله دیگر توجه کنین. خب آیا می دانید که دین مقدس اسلام در این مورد چی فرموده؟ اینجا سوالی آمد داخلش. جمله دیگر می خوانیم. شما امروز کجا بودید؟ در آخرش سوالی آمد. سوال دیگه شد. جمله دیگر می خوانیم. چرا با وقت معین به مکتب نیامدید؟ اینجا سوالی آمد. دیدیم که علامه سوالی ها که به این شکل است در آخر جملات پرسشی که او از شکل مستقیم پرسش میشه به او میاد. این بود چی قواعد دستوری ما میبینیم که در متن ما در کجا آمده این قواعد. خب میریم به متن دوباره. توجه کنین متن میخوانم در جای سوالی آمده ما او را شناسایی میکنیم. مواد مخدر عبارت از مواد نشانآوری است، مکس طویل به خاطر که سیمیکولن است، که مصرف آن فعالیت های سیستم اعصاب مرکزی را تغییر میدهد. نقطه مکس طویل در صورت استعمال مکرر، کاما مکس کوتاه، اعتیاد روانی و بدنی را سبب می گردد. مواد مخدر به صورت طبیعی هم وجود دارد، مانند تریاک که از بوته خشخاش به دست می آید و هم به طور مصنوعی و کیمیاوی در لابراتوارها ساخته می شود، مانند ایروین، مورفین، کوکائین، کودین و غیره. برخی از این مواد ارزش استفاده طبی دارند و در ساختن دواها فیصدی کمی از آنها استفاده می گردد که مصرف بیش از ضرورت آن و یا بدون تجویز دکتر خطرات جدی خطرات جدی و زیان‌آوری را به دنبال دارد. استعمال مواد مخدر مخصوصا از طریق پیچکاری به صحت انسان بسیار مضر است. علاوه بر زیان‌های جدی و خطرناک صحی چون ابتلا به امراض مزمن و کشنده از جمله انواع مختلف سرطان‌ها، سکته‌های قلبی و زردی، مشکلات بیشمار اجتماعی و اقتصادی از قبیل سرقت، فقر، گدایی و تباهی، سرمایه‌های بزرگ مادی و بشری را نیز به دنبال دارد. ادامه می‌دهیم. آیا می دانید که دین مقدس اسلام در این مورد چی فرموده؟ سوالی آمد. دین مقدس اسلام استعمال مواد مخدر را به خاطر این که به صحت و سلامت انسان ضرر می رساند و جامعه را به طرف انحطاط اخلاقی می کشاند منع قرار داده است. پاراگراف جدید. اشخاصی که مواد مخدر مصرف می نمایند و استعمال آن به عادت همیشگی و وابستگی جسمی و روانی آنها مبدل شده است، معتاد نامیده می شود. در وطن عزیز ما افغانستان بدبختانه یک تعداد اشخاص معتاد که بیشتر از آنها را جوانان بین سنین 15 تا 35 تشکیل می دهد وجود دارند که مردم آنها را به نام ایروینی یعنی پودری می خوانند. اشخاص پودری
از جامعه منزوی شده و خیلی منفور و بیقدر. مردم با آنها به حیث یک مجرم برخورد می نمایند، زیرا آنها را دشمنان جسم و جان خود و بار دوش جامعه می دانند. اما در حقیقت معتادان مواد مخدر افرادی هستند که بنابر مشکلات روانی، عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر، امنشینی با اشخاص بیبند و بار و محرومیت های اجتماعی ادامه دارد، اقتصادی ناخواسته به دام این هیولا افتاده اند. این مسئولیت همه افراد جامعه، دولت و مؤسسات غیر دولتی است تا در رفع این مشکل دست به دست هم داده و در نجات معتادان در حد امکان همکاری و آنها را رهنمایی نماید. چگونه می توان یک شخص معتاد را تداوی کرد؟ در آخر چی است؟ سوالی است، چون مستقیم سوال کرده. نکته اساسی و مهم در تداوی فرد معتاد این است که با وی به حیث یک شخص مریض و یک عضو جامعه که محتاج کمک است رفتار شود، نه به حیث یک مجرم خاطی و گناهکار که مستوجب مجازات باشد. اگر فرد معتاد به خاطر آماده شدن به تداوی و ترک مواد مخدر تشویق نشود و با او روش خصمانه و یا عدم همکاری صورت بگیرد، بدون شک که موصف هیچگاه حاضر و ترک احتیاط نخواهد شد. خب، درسی که امروز ما و شما خواندیم، درس درباره چی بود؟ درباره مواد مخدر بود و در بخش قواعد نگارشی هم در مورد چی بود؟ در مورد علامه سوالیه بود. ما و شما علامه سوالیه را خواندیم، در مطرح شناسایی کردیم و همچنان مواد مخدر را معرفی شد که مواد مخدر کدام نوع مواد میگه؟ مواد نشاآور بوده که مصرف از او باعث چی میشه؟ کندی فعالیت های سیستم اعصاب مرکزی میشه، یعنی اعصاب ما به درستی چی کار کرده نمیتونه. استفاده از مواد مخدر باعث امراض مزمن و کشنده مثل کدام امراض؟ سرطان، سکته های قلبی، زردی سیاه و همچنان مشکلات بیشمار اقتصادی میشه که میتونه که یک شخص معتاد دزدی کنه، میتونه که بسیار به گدایی کنه و این میتونه که بسیار به تنگ دستی و بسیار به انزوا زندگی کنه، با او خاطر جامعه را به طرف تباهی میبره. باید ما و شما از این چی کنیم؟ دوری کنیم. ما شخص معتاد را مگر در جایی میبینیم، باید دولت خبر بدیم تا از اونا چی کنه؟ دلجویی کنه و تداویشان کنه. و در بخش قواعد نگارشی هم همین قسمه که گفتیم، علامه سوالیه در چی جملات مختلف سوالیه کار شد و دیده شد. و این بود خلاصه درس امروز ما. و در این قسمت میخواییم که اگر جدی داشته باشیم از درس خود که چقدر از این درس استفاده شده تا مثلا. فعالیت اول از استعمال مواد مخدر گفته چی زیانهایی را در پی دارد. قسمه که در درس در متن خواندیم و این قسمه که ما و شما در خلاصه درس خواندیم، زیانهای اقتصادی داره، زیانهای اجتماعی داره و صحت انسان خراب می سازه و یک شخص معتاد نمیتونه که به درستی زندگی خود پیش ببره و همچنان کار و فعالیت کنه تا یک ضرورتی های زندگی خود با چی کنه پیدا کنه، نمیتونه این کارها را انجام بده. سوال دیگه این هست که یک تن از هر گروه ضررهای مواد مخدر را با زبان ساده بیان کنید. خب اینا را شما حتما در خانه در امرای اعضای فامیل بشینین جربس کنین که مواد مخدر چه زیانهایی داره، برید در کتابچه‌تون یادداشت کنین. خب سوال دیگه شما به این شکل است، دو تن از هر گروه علامت سوالیه را با مثال واضح سازید. مثلا چند سوال کنین، از سوال جور کنیم که در آخرش چی باشه علامت سوالیه رو بگذاریم. و این هم ساده هست، میتونیم که جربست در خانه با خوار برادرتان کنیم، با مادر و پدر، و چون سوالایی رو مطرح سازیم و در کتابچه‌تان یادداشت کنیم. خب دیگه پیام اساسی درس چی بود؟ پیام اساسی درس شما فهمیدین که پیام اساسی شنیمیست که باید ما از چی جلوگیری از مواد مخدر کنیم، از استعمالش و همچنان از این دوری کنیم که باعث تباهی زندگی ما میشه. خب فعالیت دوم ما همیز کلمه های جدید متن درس را یادداشت کنیم. مثلا نور شما یادداشت میکنیم کدامش بسیار چی هست؟ جدید است. خب
فعالیت های دیگه از این هم بسیار ساده هست. مثلا در اینجا گفته از هر گروه یک شاگرد متن درس را با صدای بلند بخوانید. شما ایره در خانه حتما بخوانید، به پیش پدر و مادرتان بخوانید، به پیش برادر خواهرتان بخوانید تا اونا هم از ضررهای مواد مخدر هم با خبر شوند. خب دیگه گفته دو جمله بنویسید که در آن علامه سوالیه به کار رفته باشه. حتما جمله سوالات را که در سوالیه علامه سوالیه گذاشته شوه او را کار کردیم یاد داریم، بسیار ساده هست. مثلا میتونیم از همشیرید بپرسی که تو نان خوردی؟ باز در آخرش سوالیه بانی نگه نان خورده میگه بله خوردیم، مگه نخورده میگه نخوردیم. به این شکل میتونیم سوالای زیاد رو مطرح سازیم. خب دیگه بعض کلمه ها داده شده که در شما چی میکنین؟ جمله میسازین، در کتابچه تا نشته میکنین. مثلا مواد مخدر در باریزی جمله بسازین، ضرر، معتاد و صحت. باید جاهای خالی این چی را خانه خالی ها را شما چی کنین؟ تکمیل کنین. بسیار ساده هست. خب خانه خالی هایی که داده شده او را میتونین که چی کنین؟ خانه پیش کنین. به کار خانگی اصلیتون می هست که برداشتتان از این مفهوم درس چی میکنین؟ نوشته میکنیم که یعنی از این درس شما چی مفهوم گرفتیم؟ او را در کتابچه هایتان نوشته میکنیم، مفهومی را که از درس گرفتیم. خب شاگردای خوبم، این بود درس امروز ما در مورد مواد مخدر و ضررهای از او و همچنان در مورد چی علامه سوالیه که در بخش نگاریش در قواعد نگارشی خوانده. تا روز آینده خدا حافظ و ناصرتان. درسایتان حتما بخونین، کارخانگیتان انجام بدین، فعالیت های کتاب کار کنین و درس روز آینده رو یک مرور کنین. خدا حافظ.